دوستان عزیز، روز 18 هم رو با هم شروع میکنیم که روز بخشش جهان بزرگتر آگاهیمون، جهان هستی هست. ممکنه ما توی زندگیمون به دفعات پیش اومده که افرادی در مسیرمون قرار گرفتن که باعث آزار و اذیتمون شدن، باعث ناراحتیمون شدن، وقایعی پیش اومده که خارج از انتظار ما بوده و ما رو ناراحت کرده. میخوایم امروز اینها رو ببخشیم و رها کنیم. ببینید، هرچه بار اضافه ای رو ما همراه با خودمون هم کنیم، فشار اون بار رو روی مغز و ذهن خودمون میاریم، و چون ذهن ما و بدن ما در ارتباط با هم هستن، بدن ما نسبت به اون فشارها عکس العمل نشون میده و بیماری های زیادی رو برای خودمون تولید میکنیم، در حالی که ما لیاقت در آزادی و به خوبی زندگی کردن رو داریم. چه چیزهایی مانعش میشه؟ میتونیم اون موانع رو حذف کنیم. تجسم کنید که کنار یک پرتگاه هستید و بندهایی از شما و به شما بسته شده، و سر دیگه این بند ناراحتیاتون هست که توی اون پرتگاه هست، و هرچی بیشتر شما این خشم، رنجش و ناراحتی رو با خودتون هم کنید، طبعا روش زیادتر و زیادتر میشه و بزرگتر میشه، و سنگینی این میتونه شما رو بکشه توی اون پرتگاه، پرتتون کنه توی اون پرتگاه. و بیاییم بهش نگاه کنیم، آیا ارزشش رو داره؟ آیا میخواییم واقعا این بلا رو سر خودمون بیاریم؟ آیا میخوایم که هر روز زخمامون رو بکنیم ببینیم که توش چه خبره؟ بذاریم که ترمیم بشه. بخشیدن یکی از اونهاست. میخوایم رها کنیم و بره، به خاطر اینکه این طرف اگر از پرتگاه فاصله بگیریم، شاید زندگی هست که دوست داریم که اون زندگی رو داشته باشیم. شاید زندگیمون رو راحت تر بتونیم بسازیم. شاید سبزی اون چمنزار لذت بیشتری رو به ما بده تا پرت شدن توی اون پرتگاه. خواهش میکنم به این بیایم نگاه کنیم، ببینیم که چه کاری میتونیم بکنیم. به خصوص اگر عادت داریم به اینکه ذهنن هی تکرار کنیم وقایعی رو که اتفاق افتاده، میتونه این خطر رو داشته باشه که ما رو با خودش توی اون پرتگاه ببره. ببینید، ما لیاقت در آرامش زندگی کردن رو داریم. حقیقتا ما یه زندگی داریم و میخوایم یک زندگی که داریم رو به بهترین شکلی استفاده کنیم. چقدر میخوایم خودمون رو توی این مشکلاتی که برامون ایجاد شده نگه داریم؟ اونها اتفاقات گذشته، ما میتونیم فقط خود آگاهی رو ازش برداریم و تجربه رو رها کنیم بره. لیاقت این که با خودمون ببریم نداره، چون هرچی بیشتر اینا روی خودمون بذاریم، دقیقا مثل بالونی هست که بالا نمیتونه بره اگر که رها نکنه کیسه های شنش رو، اگر خودش رو سبک نکنه. بذاریم در سبک بالی زندگی کنیم. شاید از بالا ویه خیلی بهتری داشته باشیم از زندگیمون. اجازه ندیم که کسی با اشتباهش کاری رو که توی زندگی ما ایجاد کرد، ناراحتی که برای ما ایجاد کرد رو ما با خودمون همراه ببریم. یادمون باشه که آدم‌ها در مسیر زندگی ما قرار می‌گیرن برای اینکه به ما چیزی رو یاد بدن. گاهی اوقات این درس‌ها از راه سختی به ما داده میشه، ولی اون درس‌ها رو بگیریم و اجازه بدیم خود تجربه بره، رها بشه و با خودمون بارهای اضافه رو حمل نکنیم. امروز حاضر هستم ببخشم و رها کنم هر چیزی رو که در مسیر زندگی من، در آگاه نیم آگاه یا ناخودآگاه من باعث شد که اذیت بشم، آزار ببینم. همه رو رها میکنم تا با آزادی و آرامش زندگی کنم. عاشقتونم تا فردا.